استفاده از آدرسه‌ای مطلق یا همون ارجای مطلق. اگر در این مثال ملاحظه کنید، اینجا ما تخفیف رو در این جدول نداریم. اگر به عنوان مثال در سلول E5 کلیک چپ کنیم، زبان انگلیسی، عملگر مساوی، و بیایم در این سلول، سلول D5 کلیک کنیم، عملگر زرد، و در سلول H2 هم کلیک کنیم و کلید ترکیبی کنترل انتر رو بفشاریم، شاید برای اولین سلول نتیجه درستی رو بگیریم. ولی اگر اینجا بیاییم فرمول رو انتخاب، کپی و در سایر این سلول ها بدین گونه اون رو پیست کنیم، نتایج کاملا اشتباهی هستن. چرا؟ چون ارجای نسبی در این حالت دیگه جواب نمیده. اگر برای این فرمول کلیک کنیم، اومده چون کپی شده از این سلول به سلول پایین تر، اومده اینجا در این قسمت هم این سلول رو کپی کرده، به قسمت پایین اومده و اینجا به جای 5% خونه پایینش اومده. برای این قسمت باز اومده 300 هزار ریال رو ضرب در این کرده که چیزی وجود نداره. برای این قسمت 400 هزار ریال رو باز ضرب در این کرده. برای این قسمت باز 500 هزار ریال رو ضرب در این کرده. این در واقع خاصیت ارجای نسبی است که میتونه در اینجور حالتها برای ما چالش درست کنه و یک مسیر اشتباهی رو بریم. کلید اسکیپ رو میفشارم. اینجا اگر در این سلول دوباره کلیک چپ کنیم، ببینیم اینجا این 5% به سمت پایین. اینجا اگر یه خونه، دو خونه، سه خونه و اینم خونه چهارم، اینجا هم خونه اول، خونه دوم، خونه سوم، خونه چهارم و از این قسمت هم خونه اول، دوم، سوم، چهارم. ارجای نسبی با خودش داره اون فرمولی که کپی میکنه و سلول‌های داخل اون فرمول رو با خودش حرکت میده و به سمت بالا، پایین، چپ یا راست میبره. اینجا میباید زمانی که در این سلول E5 اومدیم D5 رو در H2 ضرب کردیم، باید H2 رو انتخاب کنیم، با فشردن کلید تابعی F4 اون رو مطلق کنیم تا هم برای کالومن H و هم برای سطر 2 اینجا حالت مطلق رو داشته باشیم. این کالومن H و این قسمت هم برای سطر 2 که اینجا اگر بیایم در این حالت کپی کردن رو انجام بدیم، نتایج درستی رو داریم. اینجا ملاحظه کنید H2 رو انتخاب، کلید تابعی F4، کنترل انتر انتخاب میکنید. اینجا در فرمول بار هم میبینید که قبل از H علامت دالر داره و قبل از 2 هم علامت دالر. این داره نشون میده هم سطر و هم ستون اینجا حالت مطلق دارن. میایم اینجا سلول رو انتخاب کردیم، کلیک راست، کپی. حالا اگر در این سلول ها اون رو پیست کنیم، ببینید این حالت مطلق به ما کمک کرد که میاد 200 هزار رو اینجا در 5% ضرب میکنه و این نتیجه رو داره به ما میده. 300 هزار رو در 5%، 400 هزار رو در 5%، 500 هزار رو در 5% و نتیجه درست رو به ما میده. در این سلول کلیک میکنیم، ببینید 5% در 200 هزار. در این سلول دوبار کلیک شد، 5% در 300 هزار. این نتیجه همون ارجای مطلق یا همون آدرسه مطلقی که داره به ما کمک میکنه بتونیم نتایج درستی رو داشته باشیم. کلید اسکیپ اینجا نگاه کنید، 5% 400 هزار ریال ضرب میشه و اینجا هم 5% در 500 هزار ریال و نتایج درست رو به ما میده. در حالتهایی که اینجا سلولی رو که در فرمول میخواییم قرار بدیم جدا از این جدول هست و نمیتونیم از ارجای نسبی استفاده کنیم یا آدرسه نسبی، باید اون سلول رو اینجا همونطور که ملاحظه میکنیم مثل H2 با فشردن کلید تابعی F4 هم سطر و هم ستون رو مطلق کنیم. کلید اسکیپ رو در این قسمت میفشارم.